دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید امروز میریم سراغ ادامه بحث زمان آینده که توی ویدیوی قبل شروعش کردم درباره ساختار going to صحبت کردم و اونجا بهتون گفتم که چون بحث زمان آینده یه مقداری گسترده هست من اینو به چند تا ویدیو تقسیم میکنم پس این ویدیو دومین ویدیو درباره زمان آینده است. بچه یکی از رایجترین ساختارهایی که ما برای صحبت کردن درباره زمان آینده ازشون استفاده میکنیم ساختارهایی هستن که با ویل ساخته میشن و امروز میخوام مفصل درباره این ساختار براتون صحبت بکنم مثال های مختلف براتون میزنم و فرمول ساخت جملات رو با کلمه ویل بهتون آموزش میدم خب این سری میخوام اول فرمول ساخت جملات با ویل رو بهتون یاد بدم چون که خیلی خیلی ساده است و با توجه به اینکه شما زمان حال ساده رو یاد گرفتید حالت ساده و گذشته حالت سوم افعال رو باش آشنا هستید از ویدیوهای قبلی که بهتون آموزش دادم و خلاصه با زمان حال استمراری و حال کامل و گذشته کامل هم آشنا شدید احساس میکنم که این فرمول براتون خیلی خیلی ساده تر است نسبت به فرمولای درسای قبلی جملات آینده با کلمه ویل هم مثل ساختارهای دیگه با یک فائل شروع میشن I, you, he, she, they, we, it اشیا، اجسام یا حیوانات و اسم افراد اینا همشون میتونن در جایگاه فائل قرار بگیرن بعد از فائل ما از کلمه ویل استفاده میکنیم I will, you will, he will, she will, they will, we will فرقی نمیکنه فائل چی باشه کلمه ویل یکسان هست با توجه به فائل عوض نمیشه و بعد از ویل شما حالت پایه یا ساده فعل رو استفاده می کنید هر فعلی که هست مثلا I will read a book tomorrow I will walk to work tomorrow پس read, walk, talk, study, learn teach به اینا میگیم حالت پایه فعل که تو نداره ایدی نداره آی نداره و اس سوم شخص هم نداره و بعد از این فعل هم ادامه جمله که به تناسب فعل تعیین میشه مثلا I will read a book tomorrow من فردا یک کتاب میخونم بچه ها این کلمه ویل هیچ معنای خاصی نداره یعنی در واقع ترجمه نمیشه کرد این رو توی فارسی و این فقط نشان دهنده زمان آینده هست She will buy a new car tomorrow They will love the movie He will cook dinner tonight خب پس این از فرمولش اگه بخوایم اینو خلاصه بکنیم میگیم I'll He'll She'll will دیل و ایل ایل تلفظش ممکنه براتون یکم سخت باشه ایتل که تلفظ آمریکاییش میشه ایل ایل ایتل خب این فرمول خیلی ساده بود ولی کاربردهای های بسیار بسیار متنوع و جالبی داره توی این ویدیو من چهار کاربرد بسیار بسیار جالب ساختارهایی که با ویل ساخته میشن رو بهتون آموزش میدم. اولین کاربرد ساختارهایی که با ویل ساخته میشن اینه که ما درباره اتفاقاتی که میخوان در آینده بیفتن پیش بینی میکنیم. یک در واقع پردیکشن داریم. اگه یادتون باشه تو ویدیوی درس قبل که درباره گوینگ تو بود من گفتم که یکی از کاربردهای های اصلی ساختار going to اینه که ما درباره آینده پیش بینی می کنیم ولی یه فرق خیلی مهم اینجا هست going to رو ما وقتی استفاده می کنیم که یه سند و مدرکی داریم مثلا اونجا وقتی که می گفتیم it's going to rain today امروز قرار بارون بیاد وقتی ما اون ساختار رو استفاده میکنیم که مثلا گزارش هوا گفته یا اینکه داریم میبینیم خیلی داره هوا ابری میشه و یه سند و مدرکی داریم ولی وقتی که از ویل استفاده می کنیم معمولا سند و مدرکی براش نداریم و این صرفا اون چیزیه که من بر اساس حدس و گمان خودم میگم مثلا من ممکنه بگم wait a few minutes یه چند دقیقه صبر کن wait a few minutes I think it will stop raining soon I think it will stop raining soon فکر کنم بارون قطع بشه پس من دارم پیش بینی میکنم ولی سند و مدرکی ندارم همینجوری بر اساس حدس و گمان خودم دارم میگم یا اینکه مثلا ممکنه شدت بارون یکم کم شده و حدسم اینه که قرار بارون قطع بشه چند تا مثال دیگه This movie is great you will love it This movie is great you will love it این فیلم عالیه حسابی خوشت میاد You will love it. ببین وقتی که من میگم این فیلم عالیه تو خوشت میاد من هیچ سند و مدرکی ندارم. حدس و گمانه و هم اون هم میدونیم که مثلا بحث فیلم یه چیزیه که کاملا سلیقه‌ایه مثلا ممکنه یه فیلمو دیدم خیلی خوشم میاد و ممکنه به شما معرفی بکنم شما اصلا دوست نداشته باشید The mall will be so busy this afternoon Busy بچه اینجا یعنی خیلی شلوغ بازار یا مال امروز بعد ظهر حسابی شلوغ خواهد بود یه مثال دیگه جین will probably like the new house جین will probably like the new house این probably بچه ها یعنی احتمالا کم درجه شک و تردید و افزایش میده جین will probably like the new house یعنی من دارم پیش بینی می که احتمالا جین از این خونه جدید خوشش میاد. They'll enjoy their trip to Italy. آنها از سفرشون به ایتالیا لذت خواهند برد. They will enjoy. They'll enjoy their trip to Italy. پس این کاربرد اول یادتون باشه کاربرد بسیار بسیار مهمیه. کاربرد دوم وقتیه که بچه ها ما یه دفعه در لحظه تصمیمی میگیریم. مثلا یه دفعه درواز میکنیم میبینی داره بارون میاد میگی که ا من چترم بر برمیدارم یا مثلا یه سیب برمیداری گاز بزنی میبینی خوشمزه است میگی ا یه دونه دیگه هم بر میدارم. این در واقع تصمیمیه که شما در لحظه گرفتی و مثل going to هم نیست که قبلا براش برنامه ریزی کرده بوده باشی مثلا اونجا میگفتیم که they're going to get married soon یعنی قراره که ازدواج کنن از قبل قرار مداراشونو گذاشتن یعنی الان تصمیم نگرفتن ولی اینجا تصمیم لحظه ایه چند تا مثال با هم بررسی بکنیم که قشنگ معنی و مفهوم این کاربرد دستتون بیاد Oh, it's raining. I'll take my umbrella. Oh, it's raining. I'll take my umbrella. اه eh? داره بارون میاد. من چترمو بر میدارم. پس ما یه تصمیم لحظه ای گرفتیم و چترمون رو برداشتیم و از ساختار ویل استفاده کردیم برای بیان این تصمیم لحظه ای. یه مثال دیگه. It's midnight. I won't walk home through the park. It's midnight. I won't walk home through the park. نصف شبه. از راه پارک یا از وسط پارک من به سمت خونه نمیرم اینم بازی یه تصمیم لحظه ای که شما گرفتید There is no juice هیچ آب میوهی نداریم یا هیچ آب میوه نیست I will have some water instead به یک کم آب میخورم This apple is delicious این سیب خیلی خوشمزه است I'll have another one I will have another one. یعنی سیبو یه گاز زد. دید خوشمزه است. گفت آقا یکی دیگه هم من میخورم همین الان. The car has broken down. ماشینم خراب شده. این بچه ساختار چیه؟ ساختار حال کامل که توی این ویدیو بهتون آموزش دادم. The car has broken down. So I will have to walk to work. پس مجبورم که پیاده برم سر کار. I will have to. walk to work پس بچه ها این کاربرد در واقع درباره تصمیماتی که شما در لحظه میگیرید الزاما مربوط به زمان خیلی خیلی آینده نیست ممکنه همون لحظه شما تصمیم گرفتی که همین الان یه کاری رو انجام بدی و از ساختار چی استفاده میکنی از ساختار ویل که بهتون آموزش دادم بریم سراغ کاربرد سوم که بین ما ایرانی ها خیلی متداوله وقتی که ما میخوایم به یک کسی تعارف بکنیم که میخوایم یک کاری براش انجام بدیم بچه برخلاف باوری که ممکنه بعضی زبان آموزو داشته باشن توی فرهنگ انگلیسی تعارف وجود داره شما مثلا برای حساب کردن غذا ممکنه به یه نفر تعارف بکنی و یا بهش تعارف بکنی که یه کاری رو میخوای براش انجام بدی ولی فرقی که توی انگلیسی و توی فارسی هست اینه که بیشتر هایی که ما میکنیم از روی احترام هست و الزاما جدی نیست یعنی باید دو سه بار طرف رو امتحان بکنی که مطمئن بشی جدی داره میگه مثلا یا حساب کنم حساب کنم منظورش این نیست که حساب کنم تو انگلیسی ولی بیشتر وقتا این حساب کنم واقعا جدیه مثلا طرف وقتی که میگه I'll get this میرید با هم قهوه بخورید میگه I'll get this یعنی من حساب میکنم اونجا دیگه در واقع طرف واقعا میخواد حساب بکنه البته توی انگلیسی هم و بعضی وقتا تعارف های علکی داریم مثلا دو نفر که خیلی وقت همدیگر رو ندیدن وقتی به هم میرسن موقع خدافزی میگه آقا We should get together soon We should get together soon بعد یه دور همی به زودی داشته باشیم حالا این we should get together soon به این معنی نیست که آقا فردا بیا با هم بشینیم دور هم کباب بزنیم نمیدونم جوجه بزنیم منظورش این نیست یه جور تعرفه که حالا زمانش مشخص نیست و نشونه احترام به طرف مقابله ولی تعارف که با این ساختار داریم معمولا در 99 درصد موارد جدی هستن مثلا you seem busy به نظر میرسی که سرت شلوغه I'll pick the kids from school today I will pick the kids from school today. یعنی بچه ها رو من از مدرسه امروز میارم. چرا؟ چون سر چلوغه. این یعنی I will pick the kids from school today. I'll go to the post office for you if you want. I will go to the post office for you if you want. اگه میخوای من میرم برات اداره I will go to the post office for you if you want. You must be starving. یعنی باید خیلی گشنت باشه. I'll make you a sandwich. I'll make you a sandwich. بذار یه ساندویچ برات درست کنم. یا الان یه ساندویچ برات درست میکنم. Sit down and relax. بشین راحت باش. I will make you a cup of tea. یه لیوان چای برات درست میکنم. یا یه لیوان چای برات میارم. اینم باز تعارفه. بشین آقا راحت باش یه لیوان چای برات میارم الان. since you cooked چون تو غذا رو پختی I'll do the dishes I will do the dishes چون تو غذا رو پختی خودم ظرفها رو میشورم این راحت باش بریم سراغ کاربرد چهارم که وقتی که ما میخوایم وعده بدیم به یه نفر در واقع قول بدیم به یه نفر که یه کاری رو انجام میدیم و از چه ساختاری استفاده میکنیم از همین ساختار ویل که الان بهتون آموزش دادم چند تا مثال با هم بررسی بکنیم تا این کار بردم دستتون بیاد مثلا میگیم Don't worry, I'll be careful نگران نباش I will be careful مواظبم یا مواظب خواهم بود مراقب خواهم بود I will be careful داری قول میدی به یه نفر We will let you know as soon as your car is ready. اگه بخوایم خیلی خلاصه تر بگیم باید بگیم We'll let you know as soon as your car is ready. We'll let you know as soon as your car is ready. به محض اینکه ماشینت آماده بشه بهت خبر میدیم. این هم باز چیه؟ این هم قول دیگه. داری قول میدیم. I'll feed the cat when I get home. I will feed the cat when I get home. Feed بچه یعنی غذا دادن. وقتی که برسم خونه به گربه غذا میدم. I will take care of everything while you're away. I'll take care of everything while you're away. وقتی که تو نیستی من همه کار رو انجام میدم. ناراحت نباش. بازم داریم قول میدیم. با استفاده از ساختار will. Don't worry. نگران نباش. I'll lock the front door when I leave. در جلوی خونه رو وقتی که میخوام برم قفلش میکنم. I'll lock the front door when I leave. I will lock قفل می کنم قفل خواهم کرد خب بچه ما یه جای دیگه است که از این ساختار که با کلمه ویل ساخته میشه استفاده می کنیم و تو فارسی دقیقا این معنی رو میده. فکر کنم غذا به اندازه کافی داشته باشیم فکر کنم دیگه کم کم برم بخوابم این دقیقا تو فارسی این معنی رو میده این ساختاری که الان میخوام بهتون آموزش بدم مثلا I think we will have enough food for the party. I think we will have enough food for the party. فکر کنم غذا به اندازه کافی برای مهمونی داشته باشیم. I'm tired. خیلی خستم. I think I will go to bed. I think I will go to bed. خیلی خستم. فکر کنم برم بخوابم دیگه کم کم. It's cold outside. خیلی بیرون هوا سرده. But I don't think It will snow today. فکر نکنم امروز برف بیاد. If we hurry, اگه عجله کنیم, I think we will get to the airport on time. اگه عجله کنیم فکر کنم سر وقت برسیم به فرودگاه خب بچه این مهمترین کاربرد جملاتی بود که با کلمه ویل ساخته میشن ما یه کلمه دیگه هم داریم توی انگلیسی کلمه shall مثلا وقتی افراد میخوان یه کاری رو شروع بکنن میگن shall we؟ شروع کنیم بریم مثلا میخواد از خیابون رد بشه به بغل دستش میگه شاوی بریم یه جورایی بچا این ساختار برای تعارف کردن برای پیشنهاد دادن یا برای بیان تصمیمتون این ساختار استفاده میشه I'm bored حسلم سر رفته Shall we go out for a walk? Shall we go out for a walk? بریم بیرون یه قدمی بزنیم To go out for a walk بچه یعنی بریم بیرون یه قدمی بزنیم بیرون رفتن برای قدم زدن Shall we try to finish the gardening today? امروز باغبونی رو تموم بکنیم. Shall we try سعی بکنیم که امروز باغبونی رو تموم بکنیم. Shall we try to finish gardening today? It's so hot in here. خیلی گرمه این اتاق. Shall I open the window? پنجره رو باز بکنم. Shall I open the window? خب بچه اینم از درس امروز و در درس بعدی ادامه زمان آینده رو بهتون آموزش میدم تا ویدیوی بعد